با نگاهی دوباره به تاریخ می توان تقابل دانایی و نادانی، هوشمندی و حماقت را جایگزین ظلم و ظالم نمود. هفت برگ از درخت تاریخ. نویسنده و گوینده فی پیکانی، با همکاری و گردآوری فرشاد پیکانی. داستان‌هایی که می‌شنوید بر اساس منابع تاریخی بوده و واقعی هستند. برگ هفتم، پروشاد، قسمت سوم. جوامعی که فاقد ارزش‌های اخلاقی جمعی هستند نابود می‌شوند، اما بدون ارزش‌های اخلاقی شخصی بقای آنها نیز ارزشی ندارد. برتراند راسل. سال 401 قبل از میلاد، کوروش کوچک لشکری 100 هزار نفری به همراه لشکر کوچکی که لیزاندر برایش فراهم نموده بود آماده حمله به ایران می نماید. از آنجا که اردشیر دوم به نیات و اعمال کوروش کوچک مشکوک بود و سوء قصد او را در شب تاجگذاری از خاطر نمی برد، در زمان ترک کوروش کوچک ساتراب یا فرماندار پیشین لیدیه را برای پاییدن وی همراه او می کند. ولی کوروش کوچک از این موضوع اطلاعی نداشته و ناشیان نقشه های خود را آشکار می نماید. اردشیر دوم که از تمام نقشه های کوروش کوچک آگاه و البته از جایگاه و موقعیت بسیار برتر و قویتر و بالاتری نیز برخوردار بود و به هر حال پادشاه سرتاسر ایران نیز بود، لشکری عظیم فراهم نموده و در منطقه‌ای بین سوریه و عراق بعد از رود فرات به نام کنگزا با لشکر کوروش کوچک روبرو می‌گردد. سوم سپتامبر 401 قبل از میلاد، کوروش کوچک در چشم بر هم زدنی کشته گشته و لشکری را بی فرمانده و بی سر و سامان می گذارد. از لشکر 100 هزار نفری کوروش کوچک 10 هزار نفر باقی می ماند که قصد ترک ایران و فرار به سوی یونان را داشتند. فرماندهان لشکر اردشیر که چنین می بینند، سربازان را وادار به حرکت به سمت رود فرات می نمایند. لشکر شکست خورده که خود را در محاصره می بیند، به ناچار به طرف رود فرات هجوم آورده، تعداد زیادی از سپاهیان در رود فرات تلف می شوند. عده‌ای که با مصیبت خود را به آن سوی رود رسانده بودند، افتان و خیزان در حال فرار بودند که باران تیر بر سرشان باریدن می گیرد و تلفات بسیار زیادی در عقب نشینی می دهند. لشکر ایران که دستور داشت چیزی از سپاهیان کوروش کوچک باقی نماند، به تعقیب خود ادامه می دهد. سپاهیان فلک‌زده کوروش کوچک که دیگر راه گریزی نمی‌دیدند، شروع به کشتن یکدیگر کرده و تعداد زیادی نیز به این ترتیب از بین می‌روند. و وقتی سپاه ایران چنین می‌بیند، دست از سرشان برداشته و رهایشان می‌کند و در نهایت 2000 نفر از آنان به کشور یونان پناه می‌برند. سپاه ایران با سرافرازی بازگشته و چندین شبانه روز به جشن و پایکوبی مشغول می‌شود. ولی خشم و آتشی در دل پرشاد از مرگ فرزندش و شکست لشکر کوروش کوچک برپا می شود که دودمان هخامنشی را برباد می دهد. بعد از ماجرای شکست کوروش کوچک، اردشیر به خیانت یونانیان و همدستی آنان با دشمنان ایران عمیقاً پی برده و به فکر فرو می رود تا این کشور را تا مرز نابودی بکشاند.
بنابراین با نقشه های حساب شده و مرحله ای پیش می رود. خب بگو بدانیم چه گزارشات دست اولی برای ما داری. پادشاه به سلامت باشند. قربان هم اکنون از نزد شاه دولت شهر اسپارت میویم. با وعده هایی که به ایشان دادم دولت آتن را نابود شده بدانید. احسنت. میدانستم که فقط تو از عهده این کار برمیایی. آری قربان، قرار بر این شد دولت اسپارت همه گندم و آذوقه فعلی دولت آتن را خریداری نموده و ذخیره نماید تا دستور بعدی. چیزی نمی گذرد که آتن از آذوقه تخلیه می شود، زیرا اسپارت به مبلغ گزافی محصولات کشاورزی و آذوقه آتن را خریداری نموده و به ایران می فروشند و این مبالغ دولت آتن را وسوسه به فروش هرچه بیشتر حتی محصولات ذخیره شده خود می نماید. ولی بعد از مدتی به اشتباه خود پی برده و جلوی فروش را می گیرد. منتها چون چیزی دیگر برایش نمانده بود، فروشندگان محصولات را احتکار کرده و به چند برابر قیمت در اختیار مردم می گذارند و این کار کم کم منجر به قحطی و کمبود می شود. در نتیجه آتن به اسپارت رو انداخته و می خواهد دوباره محصولاتش را بخرد. اسپارت پاسخ می دهد که اولا من همه محصولات را به ایران فروختم و ثانیاً باید به دو برابر قیمت خریداری کنم. آتن که نتیجه ای در این کار نمی بیند به ایران روی می کند. ایران نیز دوباره همان بلای آتن را بر سر اسپارت آورده و اسپارت را دچار قحطی می نماید. خلاصه آنقدر این رفتار را ادامه می دهد تا قحطی و مرگ آتن و اسپارت و در واقع قلب یونان را فرا می گیرد. به دلیل قحطی بیماری تا اون نیز حمله بر می شود. به گفته یکی از مورخان بزرگ یونانی، آتن را 300,000 تیرانداز ایرانی نابود نمود و منظور وی سکه های ایرانی بود که طرح تیرانداز برای آن حک گشته بود. خروشاد که در غم از دست دادن فرزند چون مرغ سرکنده بال و پر می‌زد و این غم بزرگ را که بر غم بر سلطنت ننشستن فرزندش اضافه شده بود نمی‌توانست تحمل کند، تصمیم می‌گیرد این داغ را بر دل تک تک درباریان بگذارد. اردشیر دوم که به شدت در فکر نابودی یونان بود، غافل از این بود که موریانه به تاج و تخت خودش نیز نفوذ کرده و ستونهای هخامنشی در حال فرو ریختن است. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. هر بلایی که ایران بر سر یونان ضعیف و زیر پا مانده می آورد، درباریان و به خصوص پروشات یک تنه بر سر هخامنشیان آورده و در نهایت همانطور که یونان نابود می گردد، سلسله هخامنشیان نیز فرو می پاشد. راستی کنیز، کارت که تمام شد نزد دختر دوم اردشیر رفته و بگو نزد من بیاید. کار واجبی با او دارم. اطاعت بانی. لحظاتی گذشته و دختر اردشیر نزد پروشات می آید. مرا خواسته بودی؟ آره، کار واجبی با تو دارم. می توانی فرصتی به من بدهی تا یکدیگر را ملاقات کنی؟ اگر زمان زیادی نمی خواهد فرصت دارم. نه، اینطور نمی شود. راجع به مطلب مهمی میخواهم با تو مشورت کنم.
آه که اینطور باشد. فردا شب خوب است؟ بله فردا شب شام نزد من باش، ولی خواهش میکنم تنها بیا، چون مسئله مهمی است که میخواهم فقط با تو در میان بگذارم. بله حتما. دختر دوم اردشیر دوم دختری زیرک و باهوش و با سیاست بود و در تمام مدتی که پروشوت در این دربار رفت آمد داشت نتوانسته بود بیشتر از اندازه‌ای که می‌خواست در دستگاه اردشیر دوم نفوذ کند و همیشه این دختر صد راه تمام نقشه‌های پروشوت بود. اگر این دختر نبود شاید حتی کوروش کوچک نه تنها کشته نمی‌شد بلکه شاه نیز گشته بود. بنابراین باید صد اصلی را از راه برمی‌داشت و داغی هم به دل اردشیر دوم می نهاد تا داغی از دست دادن فرزند را بچشد. از شب اول قرار خود با این دختر انباع خوراک سمی را به وی می خوراند. ولی مقدار سم به میزانی بود که خیلی آشکار نمی شد و کم کم بر مغز و اعصاب و اعضای داخلی وی اثر می گذاشت و از پای می انداخت. پروشوت که با سیاست و دسیسه ها و نقشه های درباری به خوبی آشنایی داشت و ید طولایی در بازی دادن افراد با شگردهای مختلف داشته و این فن را به خوبی در دربار آموخته بود، موضوع مهمی چون ازدواج خود را با پسر یکی از فرمانداران عالی رتبه بهانه قرار داد تا هر شب دختر را به نزد خیش دعوت نموده و نامه های کذایی برایش بخواند و او را سرگرم نموده و پذیرایی های آلوده به سم از وی بنماید. دختر نیز که در افکار خیش تصور می کرد قرار است هرچه زودتر از شر این زن سیاس خلاص شود، با شوق و ذوق هرچه تمامتر آمده و وی را تشویق به این ازدواج می نمود و از خواستگار خیالی چه تعریف و تمجید حاکم نمی کرد. ده شب از این قرارها می گذرد و کم کم بیماری بر وجود دختر مستولی می شود. پروشوت که می دانست از این به بعد سم کار خودش را خواهد کرد، قرار خیش را با دختر معلق گذاشته و می گوید فعلا شرایط مناسبی برای صحبت کردن راجع به این موضوع ندارد. باشد تا بعد. و دختر نیز هر شب حالش بدتر و بدتر می شود. پروشوت چون پرستاری دلسوز هر لحظه در کنارش بوده و سم را نیز هرچه بیشتر به او می‌خوراند، طوری که دیگر دختر رمق برخواستن و حرف زدن را از دست داده و رو به مرگ می‌رود. اتباع داخل و خارج هیچ کاری نمی‌توانند از پیش ببرند و علت بیماری را تشخیص دهند. بعضی می‌گویند از علائم عشق است، بعضی علائم صفرا و بلغم و بعضی از آب و هوا و خلاصه هرچه به وی تجویز میکردند، هرچند که صحیح و به جانیز بود ولی به شکلی با سم پروشوت مخلوط گشته و به حلق دختر بیچاره فرو میرفت، تا اینکه بالاخره در یک سحرگاه به درود حیات گفت. مرگ مرموز و نابهنگام دختر ضربه سختی به اردشیر دوم وارد آورده و غم بزرگی بر دلش می نهد. پروشوت دقیقاً دختری سیاستمدار، پررنگ و پرنفوذ در خاندان اردشیر را نشانه و تیرش درست به هدف می نشیند. به این ترتیب با یک تیر چندین نشانه می زند. ابتدا انتقام پسر خیش را گرفته، دوم وزیر اعظم اردشیر دوم را نابود نموده، سوم داغ از دست دادن فرزند را به دل اردشیر دوم نشانده و از همه مهمتر با این شگرد بدون اینکه خود را زیر سوال ببرد اردشیر دوم را از میدان به در می‌کند. داغ از دست دادن دختر عزیز و با سیاست و کیاست دربار که هم هوشمندانه و عاقلانه رفتار می نمود
و هم مملکت داری و سیاست را می دانست و از همه مهمتر اینکه حامی بسیار زیرک و دانا برای پدر بود و با وجود وی اردشیر دوم احساس توانایی و قدرتی خارق‌العاده داشت، بسیار عمیق و غیر قابل جبران بود. از دست دادن این مهره در شطرنج حکومتی یعنی پناه بردن به سربازانی که روبروی وزیر دشمن ایستادند. اردشیر دوم در دل به مرگ دختر خیش مشغول گشته و روز و شب در اندیشه بود تا دلیل این ماجرا را بیابد. این فکر چون خوره ای روح و جانش را فرسوده و وی را کم کم دچار بیماری افسردگی نموده و گوشه نشین و منزویش می نمود. در همین اسنا ماموری که وظیفه کشتن دختر اردشیر را به عهده داشت با پروشاد خصومت پیدا کرده و از طرفی نیز نگران از دست رفتن شاه و به قدرت رسیدن پروشاد می گردد. لذا به نزد شاه رفته و راز کشتن دختر را نزد او فاش می نماید. کشتن پروشاد تنها آرزو و خواسته شاه بیمار بود و دلش می‌خواست قبل از آنکه چشم از دنیا فرو بندد وی را نیز نابود سازد. غم از دست دادن دختر و تحلیل جسمی و روحی خودش یک طرف و دیدن دشمنی قاتل و بی‌رحم در کاخ خیش از همه سخت‌تر و طاقت فرساتر بود و دیگر وجود خیش را نیز در خطر می‌دید. ولی اول به دلیل آنکه پروشاد بسیار زیرک و هوشیار بود و به سرعت از نیت شاه باخبر می شد و دوم به دلیل آنکه خود شاه بسیار تحلیل رفته و ناتوان بود، نمی توانست به سرعت مأمور قتل و سپس پروشاد را به سزای عملش برساند. بنابراین اما نامه‌ای به مأمور قتل دخترش داده و چون توان کشتن و رفتاری خشونتبار و پرخطر را در خود نمی‌دید، تصمیم می‌گیرد پروشاد را به همان شیوه‌ای که دخترش را کشته است به قتل برساند و همان شخص را که کینه پروشاد را در دل داشت مأمور کشتن وی کرده و از او می‌خواهد که اگر جانش را دوست داشته و می‌خواهد در امان شاه باشد باید به همان روش پروشاد را به قتل برساند. کنیز نیز که کار خود را خوب می دانست شروع کرده و طولی نمی کشد که پروشاد نیز به دیار باقی می شتابد. ولی اردشیر دوم که دو ضربه سخت خورده بود، یکی از فوت دختر و دیگری از کشتن زنی قوی که یکی از ستونهای دربار بود و هرگز تصور چنین رفتار شومی را از او نمی کرد، دیگر طاقت از دست داده و به دلیل ضعف و بیماری که مدت ها گریبانش را گرفته بود فوت می نماید. لازم به ذکر است مقبره اردشیر دو و اردشیر سوم واقع در تخت جمشید بالای کوهی به نام کوه رحمت در اطراف شیراز می باشد. پس از مرگ اردشیر دوم، پسرش اردشیر سوم پادشاه گشته و زمان پادشاهی وی کوتاه و چیزی حدود 12 سال به طول می انجامد و پس از او نیز داریوش سوم یا آخرین پادشاه هخامنشی بر تخت می نشیند. آنچه از منابع تاریخی در دست است بیانگر این است که اسکندر مقدونی به طرف ایران لشکرکشی نموده و ایران ضعیف و تحلیل رفته را به نابودی کشیده و دودمان هخامنشی را برباد می‌دهد. در حالی که با تجزیه و تحلیل روانشناسی می‌توان به نتایج جدید و درخور توجهی رسید. برای دانستن اینکه چرا سلسله هخامنشی توسط اسکندر نابود گردید، منابع درست و نادرست فراوانی موجود است که می توان به آنها مراجعه نمود، ولی مطالعات روانشناختی و تاریخی ما نتایج دیگری را به دست می دهد. اول اینکه شاهنشاهی ایران بسیار قدرتمند و عظیم و همچنین کشور ایران بسیار وسیع و پهناور بوده و به هیچ وجه قابل تصور نبود که لشکر کوچک و ناچیزی مانند لشکر 30,000 نفری اسکندر بتواند چنین امپراتوری عظیمی را از پای درآورد.
پس تنها راه رسیدن به این هدف میتواند یک ترفند و خیانت سیاسی باشد و آن اینکه احتمال می‌رود یکی از طرف فیلیپ شاه مقدونیه و پدر اسکندر برای داریوش سوم ارسال گشته با این مضمون که شاه ایران دعوت به تفریح و خوشگذرانی به همراه خدمه‌هاش می‌گردد و یا شاید پیشنهاد واگذاری مناطقی در نزدیکی مقدونیه تا انگیزه قویی برای شاه ایران فراهم نماید که با خانواده و خدمه‌هاش به راه افتاده و راهی طولانی را تا انتهای مرزهای ایران یعنی نزدیکترین نقطه به یونان به نام ایسوس یا انتهای ترکیه فعلی طی کنند و ناگهان با خبر می‌گردند که فیلیپ کشته شده و اسکندر با 30,000 سرباز در حال یورش به طرف ایران است. شاه بخت برگشته نیز که دیگر کاری از دستش بر نمی آمد تا جایی که امکان داشت جنگیده و دفاع کرده و سپس تا منطقه گرانیک که حدوداً بالای لبنان است عقب نشینی می کند و باز با حمله بعدی اسکندر مواجه شده و دوباره ناچار به عقب نشینی به اربیل عراق و منطقه‌ای به نام گوگمه می شود. هرچند فرماندهان داریوش شاه به وی پیشنهاد دادند که هرچه سریعتر عقب نشینی کرده و به خاک ایران بازگردد و در آنجا دفاع جانانه‌ای با نیروها و سربازان خود به عمل آورد، ولی داریوش سوم که با خدم و حشم بود چاره‌ای جز این نمی‌بیند که تمام تلاش خود را برای جنگ با دشمن به کار برد، ولی متاسفانه به دلیل سیاست‌های غلط و تفرقه افکنانه پادشاهان اخیر هخامنشی و دشمنی و کدورت با همسایه‌ای مانند یونان در این جنگ پیشرونده همه جزایر و مناطق یونانی نشین با اسکندر همداستان شده و لشکر در ابتدا 30,000 نفری اسکندر به 80,000 نفر در لبنان و سپس به گفته برخی مورخان به 300,000 نفر در اربیل افزایش می‌یابد و چون دیواری در مقابل لشکر رو به اضمحلال ایران سفارایی میکنند. همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، دسیسه هایی که ایران برای یونان به کار بست در نهایت دامن خودش را گرفت. از طرفی تفرقه و دو دستگی در دربار و قتل و کشتار یکدیگر برای به دست آوردن تاج و تخت و از طرف دیگر بیرحمی ایران نسبت به یونان که حتی وقتی خبر رسید که تا اون یونان را فرا گرفته و در حال نابودی یونان است، بی‌اعتنا به این قضیه فقط نظاره‌گر بود تا زمانی که یونانیان به ناچار دو شهر بزرگ و قلب یونان یعنی شهرهای آتن و اسپارت را به آتش کشیده تا بتوانند از شر تا اون خلاص شوند و ایران فقط این نابودی را تماشا می‌کرد و دم می‌زد. و این گونه شد آنچه که نباید می شد. شعله های آتش خشم مردم بی‌پناه بر سر مشعل اسکندر رسید و او تا قلب کاخ‌های سر به فلک کشیده شاهان ایرانی حمله برگشته و همه ابهت و شکوه ایران را به آتش کشید. داریوش سوم در آخرین منطقه که به نام گوگمل و یا به زبان عربی به معنای پشت شتر می باشد در پشت شتر خود را پنهان کرده و از دست دشمنان می گریزد بدون خانواده و اهل و عیال که ماجرای پرفراز و نشیب و بیرا می توانید در کتاب های اسکندر مقدونی پیگیری نمایید. لازم به ذکر است مقبره داریوش سوم آخرین پادشاه هخامنشی در داخل مدفن کوروش کبیر در پاسارگاد می باشد. این نکته بسیار مهم را باید به توجه شنوندگان عزیز برسانیم که اغلب این دو داریوش را از یکدیگر متمایز ننموده و سرنوشت داریوش بزرگ را با داریوش سوم اشتباه می گیرند. هدف اصلی این برنامه نیز روشن شدن جایگاه این دو پادشاه است که در واقع داریوش اول و بزرگ امپراتوری عظیم ایران پهناور را با تفکر منشور کوروش و داریوش اداره می‌نمود، ولی در پایان سلسله هخامنشی اداره کشور پهناور ایران اسیر دسیسه‌های درباری و بی‌سر و سامانی اوضاع داخل و خارج درباره
ایران می شود. پایان. از پس پرده نگاه کن. منابع: هرودوت، زنوفون و کتزیاس یونانی. مآخذ ایرانی: جناب حسن پیرنیا ملقب به مشیر الدوله و آقای پرویز رجبی. مآخذ خارجی: چارلز الکساندر رابینسون، نویسنده تاریخ باستان. پیترو دلابله، گرافیست شکل اصلی بناهای شوش، تخت جمشید، نقش رستم و پاسارگاد. رومن گریشمن، نویسنده کتاب تاریخ ایران باستان. سر هنری رابینسون، مترجم مفصل‌ترین و بزرگترین سنگ نوشته جهان به خط میخی.